نه آقای دیال من مثل آقای نیست؟ بله آقای دیال من 5 دقیقه وقت دارن تشریف بیارن. کی؟ نه مثل آقای روحانی جزو مخالفینی که مجلس قبول نمی کنه. خب مجلس قبول نکرد دیگه، دیدید که آقای دیالم فعلا 5 دقیقه وقت موافق دارن، یعنی وقت آقای نه خیلی ایشون مخالف نیست، ما میدونیم مخالف نیست، خب ایشون خواسته اونجوری کنه دیگه. بفرمایید. موافق؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. نمایندگان محترم، چند ماه قبل از ریاست جمهوری آقای بنی صدر در دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد گفتم که ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می‌گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید. آن روز به دلیل عدم امکان برای طرح مسائل اصلی و بنیادی بسیاری با این بیان مخالفت کردند، ولی برای من که علائم خطر را به وضوح می دیدم مسئله از روز نیز روشن‌تر بود. ایشان در سخنرانی انتخاباتیش در ورامین می گوید عده‌ای بد اخلاق راه افتادند، هر جا می رسند می گویند که نکند به فلانی رأی بدهید، این منکر ولایت فقیه است. خواهش میکنم این تیکر رو لطف بفرمایید. این منکر ولایت فقیه است. حالا اگر این دفعه آمدند سر وقت شما نگهشان دارید و بگویید ولایت چیست که او منکر است. اگر منکر است چطور خودش داوطلب ریاست جمهوری است؟ معنای ولایت فقیه رو ببینید. در سخنرانی دیگر در کرمان میگوید در مرحله اول باید هر کس به حقانیت رهبری و ولایت فقیه ایمان کامل داشته باشد. کسی که در این زمان، خطاب خودشون، کسی که در این زمان حساس میخواهد رهبری جامعه کنونی را به دست گیرد باید در مرحله اول بینش اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشته تا بتواند هدفهای جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید. نمایندگان محترم، برای آنکه رئیس جمهور از کفایت سیاسی لازم جهت انجام وظایف محوله برخوردار باشد، لازم است بر طبق اصل 115 قانون اساسی مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد. هرگاه رئیس جمهور چندی از این صفات را از دست داده و یا دچار ضعف گردد، کفایت سیاسی وی به زیر علامت سوال کشیده شده و مورد تردید قرار می‌گیرد. از صفات بارز برای رئیس ریاست جمهور تدبیر و مدیریت در کار است که باید از طریق آن اصل 113 قانون اساسی را که رئیس جمهور را مسئول تنظیم روابط میان قوای سگانه می شمارد تحقق یابد. ولی آقای بنی صدر نه تنها قادر نبودند روابط قوای سگانه را تنظیم نمایند، بلکه هرچه توانستند در تشتت اوضاع کوشیدند و به هیچ وجه نتوانستند روابط منسجمی میان قوای سگانه و ارگانهای انقلابی برقرار نمایند. به علاوه به عنوان استفاده از حق خود در اصل 133 قانون اساسی و با ایجاد توقف در کار تکمیل کابینه چندین ماه مملکت را به فعالت فلج کشانیدند و با اشکالات بیمورد کوشیدند تا علارغم اصل 40 قانون اساسی حق تصویب خود را وسیله اضرار به 36 میلیون ملت محروم قرار دهند. ولی نمایندگان محترم و ملت مسلمان ایران، اشکال اساسی هیچ یک از اینها نیست. مسئله صهیونیسم بین المللی و بافت فراماسونری است که 30 سال قبل در چهره مصدق، همان فردی که امام فرمودند او هم مسلم نبود، رخ نمود و امروز در چهره بنی صدری که 12 سال قبل از ریاست جمهوریش در مصاحبه با مجله افریقای جوان میگوید من اولین رئیس جمهور ایران خواهم بود. یعنی در زمانی که هیچ یک از بنده و شما در جهت جریان ایجاد یک رژیم جدید نبودیم و به ذهن ما اصلا چنین مسئله نمی آمد، این مسئله طرح می شود. و اگر این مسئله رو منظم کنید با اون چه که جناب آقای موسوی خوینی در صبح گفتند و من نمی دانستم که ایشون می خوان صحبت کنند و الا بسیاری از این مدارک رو در اختیار ایشون می گذاشتم که بگن. نمایندگان محترم، اسناد و مدارک بسیاری در اختیار است که در صورت عدم ایجاد انقلاب اسلامی در ایران یک کودتای جمهوری صورت می گرفت
که عناصر مختلفی برای آن تربیت شده بودند. آیان و خانم های نماینده، آیا میدانید سابقه فردی که امروز میخواهید رأی به عدم کفایت سیاسی او بدهید چه سابقه درخشانی است؟ او فردی است که شاگرد ژاک برک بوده است. برای طرح مسئله سابقه سیاسی ایشون و اونچه که عمل شده تا این زمینه ها رو ساخته، لازم هست بعضی از این مسائل رو خدمت شما بگم. در فاصله بین سالهای 39 تا فاصله 42 در بخش شاخه جوانان جبهه ملی دوم فعالیت داشتند، همراه با نیروهای مثل اللهیار صالح و غیره. در 6 ماه بعد از سال 42 که من به دلیل اینکه فرصت نیست اینها رو نمیتوانم بخوانم و الا اسنادش در اینجا هست، افرادی که در سالهای 39 الی 42 تحت پوشش جبهه ملی فعالیت داشتند، در جریان فعالیت‌های سیاسی سالهای 39 تا 42 تحت پوشش نام جبهه ملی، اولین فرد ابوالحسن بنی سعد. این شخص در گفتار و کردار بسیار افراطی بوده، فعلا در کشور فرانسه به سر می‌برد و از فعالین کنفدراسیون می‌باشد. در همین اوان در مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی ایشون کار می‌کرد، همراه با افرادی همچون احسان نراقی و شاهپور راسخ. مؤسسه تحقیقات اجتماعی رو بسیاری ممکن است که نشناسند، مؤسسه‌ای که آمریکایی‌ها در ایران تشکیل دادن و در اونجا تحقیقات بر اساس بودجه‌های کلان صورت می‌گرفت. مثلا به فلان فرد 50,000 تومان می‌دادن که تحقیق بکند قطر لوله آفتابه در ایل بختیاری چند میلیمتر است، و فقط به عنوان ایجاد یک پایگاه سیاسی ایدئولوژیک در ایران از اون پایگاه استفاده می‌کردند. احسان نراقی عنصر فعال فراماسونر همون فردی است که آقای بنی سعد بسیار کوشیدند تا او را از زندان آزاد کنند، و طبق نامه‌ای که خود احسان نراقی به ایشان می‌نویسد، از ایشان می‌خواهد که من در شرف نوشتن یک کتاب، وقتی می‌خواد از ایران خارج بشه و جزء لیست ممنوع الخروج ها هست، از ایشون میخواد که من میخوام خارج بشم و اینها از من ضمانت میخوان، شما ضمانت من رو بکنید. آقای بنی سعد در و مینویسن که من یک کتابی میخوام بنویسم در مورد انقلاب اسلامی ایران و باید به فرانسه برم. آقای بنی سعد در اونجا این مطلب رو مینویسن. آقای هاشمی زیرا دیگه چند دقیقه اینا رو بگم، یه 10 دقیقه رو به ما فرصت بدید ما اینا رو خدمتتون بگیم. مجلس اگر موافقت داره 10 دقیقه وقت به ایشون بده. کسانی که با 10 دقیقه وقت به ایشون موافقن قیام کنن. اکثریت هست هست 10 دقیقه. در نامه می نویسد: همچنان که جناب عالی وقوف کامل دارید، مدت هاست که من مشغول تهیه کتابی مستند به زبان فرانسه درباره علل همچنان که جناب عالی وقوف کامل دارید، مدت هاست که من مشغول تهیه کتابی مستند به زبان فرانسه درباره علل و عوامل اجتماعی تاریخی و سیاسی سقوط رژیم گذشته و موجبات تکوین انقلاب اسلامی ایران هستم و بدین منظور لازم است به فرانسه سفر کنم. اینک نخست وزیری برای صدور اجازه خروج من از کشور تعهدنامه میخواد. در زیرش ایشون اضافه کردن: در این اوضاع حساس انتشار این گونه کتب به سود انقلاب اسلامی است، این جانب تضمین میکنم که در صورت احضار ایشان به کشور بازگردند. آقای احسان نراقی رو به عنوان ایدئولوگ تراز اول ساواک همه آقایون میشناسند و فردی که کتابهاش در مورد جامعه، دانشگاه و دانشجو همیشه سرفصل کتابهایی بود که از طرف رژیم نوشته میشد. اسناد به خوبی نشان می‌دهد که ترکیبی از آقای احسان نراقی، مهدی بهار و شاهپور راسخ و دیگران دست اندر کار بودند تا در ایران
بعد از ایجاد زمینه‌هایی که آمریکا احساس کرد نمیتواند از شاه به عنوان مهره‌ای که حافظ منافعش در ایران باشد استفاده کند، دستندرکار ایجاد یک دولت در ایران شدند. تا بعد از ایجاد یک کودتای جمهوری در ایران با رئیس جمهور تعیین شده، افراد کابینه تعیین شده حافظ منافع آمریکا در ایران باشند. به همین دلیل آقای بنی‌صدر که سابقه های طولانی با عناصر فاسدی از جبهه ملی دوم و سوم همچون اللهیار صالح و شایگان داشتند که تمجیدها و تعریفهای خود ایشان را از این دو نفر شنیدید، بسیاری از اسناد ها چیست از جلساتی که از اللهیار صالح و شایگان و غیره به همراهی آقای بنی‌صدر در اونجا صورت می گرفته است. علاوه بر اون جلسات مکرری که بعد از ریاست جمهوری هر هفته در منزل خواهر آقای بنی‌صدر با مسعود رجوی صورت می گرفت و در مجموع اینها طرح برنامه ریزی شده برای گارد ریاست جمهوری به عنوان یک برنامه متشکل در اونجا ریخته شده است. گاردی که آقای بنی‌صدر اظهار می کرد چنین گاردی وجود ندارد، در صورتی که این برنامه دقیق اون گارد هست به اضافه این عکس اون گارد با اون مشخصاتی که به خوبی شما می توانید این عکس رو در اینجا ببینید. علاوه بر اون این افراد یک اعتراضی اعتراضی کردن ادعای از آقایون و اون این که گفتن ایشون از وقت آقای خامنه ای استفاده میکنن، وقت آقای خامنه ای بیش از یک ساعت نمیتونه باشه طبق آیین نامه، حد اکثر تا یه ساعته و بنابراین قابل تمدید نیست. وقتی که برای آقای موسوی خوینی ها اضافه شد قاعدتا اونها هیچ کدوم، ما الان داریم میریم روی روالی که یه سری حالا آقای خلخالی شما همیشه مخالف دایری اون دلیل بله. نمیشه بله. آقای خلخالی شما میخواید خودتون یک کتاز میدون باشید بله، شعارهایی که صبح اونجا میدید روشنه، لزومی نداره کسی قبول داشته باشه. الان داره وقت مجلس ضایع میشه دیگه، دوردن این اعتراض. ببینید این وقتی هم که شما صبح آقای موسوی خوینی دارید اون هم در واقع مسئله تو نبود، حالا به هر حال اون وقت گذشته دیگه، حالا اون رو آخه ما چه نتونستیم بالاخره اینا رو جمع و جور کنیم که چی بخوام بگم؟ چه بگم، الان یه اعتراض است، اگر چیزی میخواد تمام کنید تمام کنید، بعد بگید دزد یکی دو دقیقه بگید که این اعتراض وارد نباشه.